افغانستان و معمای 74 درصدی تولید مواد مخدر جهان. سازمان ملل میگوید تولید مواد مخدر افغانستان در سال 2011 احتمالاً افزایش خواهد یافت. در کنکاش امشب محمد ابراهیم اظهر معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر، مولوی شهزاده شاهد و حبیب دانش از نمایندگان مجلس با من هستند. باز هم خوش آمدید مهمانان عزیز، خوش آمدین به بس. آقای اظهر با شما آغاز کنیم، آمارها در مورد کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در حال حاضر از چه قرار است؟ ببینین، چند قبل هم در ارتباط موضوع ازدیاد مواد مخدر آوازه های از طریق از رسانه ها چی شد؟ نشر شد، مگر ما تا هنوز در مرحله نهایی خود سروی قرار نداریم که او نشان بده که گویا کشت کوکنار یا تولید کشت کوکنار یا تولید تریاک در افغانستان افزایش قابل ملاحظه داشته باشد. بعد از ماه اخیر آگوست و در ماه سپتامبر نتایج سروی ختم میشه، او وقت ما خاطر یافتیم که دلایل بر ازدیاد یا کمبود خود تریاک در افغانستان در چه وضعیت قرار خواهد داشت. خب این حرف خود شما هم است که اظهار نگرانی کرده بودین که ممکن در سال 2011 افزایش بیابه مواد مخدر در افغانستان. ببینین، ما در ابتدا تشویش ما از روند خود کشت در افغانستان به خاطر تشویش ما زیاد بود که در سال گذشته در فصل تیر ماه او بارانایی که لازم بود که باید صورت میگرفت و دیاقین امو کشت حلال و کشت مشهور میکردن مثل گندم و دیگر سایر نباتات، امو چانس دیاقین نیافتن و برشان امو فرصت مساعد نشد اونا تشویش درک تشویش بدن. شما میفهمید که خود بوته کوکنار یک نباتی است که به اصطلاح دوره نمویی بسیار کوتاه داره، یک تعداد دیاقین ترجیح دادن که کشت کوکنار انجام بدن. بعدا در ابتدای مرحله سروی که ما آغاز کردیم در بسا ولایت افغانستان نسبت خوشسالی چیز یک مقدار از زمینایی که تحت کشت کوکنار بود اونا خوش شدن و همچنان ما امسال در پروسه محو اراضی کوکنار یک سلسله پیشرفتایی داشتیم. مثلا با مقایسه سال گذشته مثلا 100% ما بیشتر از سال گذشته تخریب کردیم. در سال گذشته تقریبا در حدود 2316 هکتار زمین کوکنار پاکسازی شده بود، امسال با مقایسه از تقریبا 2216 هکتار است. 4211 هکتار زمین پاکسازی شده. به این ترتیب هنوز پروسه محو اراضی کوکنار در 3-4 ولایت شمالی افغانستان باقی مانده. ما نتیجه نهایی از پروسه اردیکیشن تا هنوز نداریم. حالا آمار تازه چی هست در مورد؟ چقدر بلند رفته؟ هنوز پیش از وقت است. بر شما گفتم هنوز پیش از وقت است. تصور و حدس و گمان ها به این است که گویا تریاک در افغانستان، من فکر نمی کنم ولایت هلمند افغانستان که به حساب تولیدات داخلی تقریبا 52% چیز تولید داخل به سطح داخلی تولید کوکنار به سطح داخلی تولید میکنه و 53% به سطح جهانی، امسال در ناوی بارکزایی و مارجه و نادلی که اونجا ساحه کشت برای کوکنار بسیار وسیع بود، امسال خوشبختانه در اونجا کشت کم صورت گرفته و ما بیشتر از 2200 هکتار زمین در هلمند تنها امسال محو کردیم. ما پیشتر براتون گفتم این آمارها را شما از کجا دریافت کردیم؟ ما عملا پس باید یک آمار مشخص داشته باشیم که چقدر ما صرف از نابودیش نه یافته؟ ما از نابودیش و از محو راپور داریم، شما تنها از کارهایی که خودتان میکنین آمار دارین، زمینی انجام دادیم ما مشترک. اگر افزایش پیدا میکنن این آمار نزد شما ما مشترک نه، هنوز وقت است، هنوز فرصت کافی مبارزی داریم که دیتایی که جمع آوری میشه ما از طریق زمین یک تعداد سروی ها انجام شده، فعلا از طریق ستلایت مجری کار زود جریان داره، هنوز فاینال نشده، ختم نشده. اون وقتی آمارای که ابتدایی چی را نشان میده؟ چقدر افزایش هست آقای اصحر؟ آمارای ابتدایی مثلا به مقایسه سال گذشته که 1,23,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار بود، من فکر میکنم که از سال گذشته شاید ساعتی که زیر کشت است پایین تر خواهد بود. کدام ولایت ها بیشترین
آمار کشت را دارند. بیشترین ولایت افغانستان در حوزه جنوب و جنوب غرب تقریبا 98% کشت اونجا متمرکز شده، باقی 2% یا 3% از در ولایت افغانستان نظر بر راپور سال گذشته. اما در سال که پیش رو داریم تو تصور میشه که گویا 92% در ولایت جنوب و جنوب غرب و باقی 8% تمام افغانستان شاید متمرکز شده باشه. آقای شاید، شما که به کشور بریتانیا رفته بودین به خاطر بحث روی موضوع مواد مخدر افغانستان، چه بحث شد در اونجا و نتایج سفرتان چی بود؟ الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. صدق الله العظیم. خپل ټولو محترم کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو نه مننه کوم چې په داسې یو مهمه موضوع باندې چې په دې وخت کې یو خطرناک شکل اختیار کړی موږ ته وخت راکړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د جامع جهانی یو جز دی او برخه ده. مخدرات یا مسکرات یا نشه یي توکي دا اوس هغه پدیده ګرځېدلې ده چې ټوله دنیا د دې په ضد مبارزه کوي. افغانستان هم په دې کې متحد دی چې دا مبارزه په ښه شکل باندې مخکې ویسي. چنانچه موږ ته د اسلام مقدس او مبارک دین هم امر کوي چې دا حرام دي او مخه ونیسئ، ځان ترې وساتئ. قانون اساسي هم راته په اومه ماده کې وایي چې مخدرات حرام دي، ممنوع دي، زر او قاچاق وغیره. همدغه رنګ نور قوانین جامع جهانی هم د دې په ضد مبارزه کوي. په افغانستان کې د مخدراتو د مخنیوي دپاره زما چې څومره معلومات دی، په لویو ملکونو کې امریکا او برتانیا زیات کومک کوي چې د دې مالی کومک البته چې د دې مخه ونیول شي. موږ په ولسي جرګه کې د مخدراتو مسکراتو اخلاقي فساد په ضد مبارزې کمیسون هم په دې سلسله کې مصروف یو چې څنګه موږ د دې په ضد باندې یو کامیابه مبارزه وکړی شو. همدغه سلسله کې موږ د انګلستان هیواد ته دلته چې کابل کې کوم سفارت دی د انګلستان د هغې په وساطت یو سفر جوړ شوی و. موږ د کمیسون څلور غړي وو پکې او یو زموږ د کمیسون سکتر و. موږ څلور ورځې رسمي سفر و. زموږ په دې سفر کې د وزارت خارجه مربوط چې هلته څوک د مخدراتو بخش کې کار کوي هغې سره ملاقات و. په پارلمان کې د دوو کمیټو سره یا کمیسونونو سره زموږ ملاقات و چې یو د داخلي امورو کمیسون او یو عدلي او قضایي بخش کې چې هلته کار کوي هغې سره زموږ ملاقات و. وزارت داخله د معین سره ملاقات و. هلته چې څوک د مخدراتو د مخنیوي دپاره یا د معتادینو د تداوي دپاره کار کوي یو مابس هم موږ وکوته چې په هغې کې څه بندیان صحتیاب شوي وو هغې سره موږ خبرې وکړلې. تاسو څرنګه یې د دې تداوي کوئ او څومره دا تداوي مؤثر ده. په دې سلسله کې چې هلته کوم پروفیسران دي او هغې د معتادینو علاج کوي. ولې دید بریتانیا چی هست؟ چرا افغانستان آمار درجه یک مواد مخدر را داره؟ دا خو یو واضح حقیقت دی چې د بین المللي مافیا وجود دا یو خطرناک اینو پذیرفتن مقامات بریتانیایی در دیدار با شما؟ دا خو منی و منگا منو چی گفتن این مقامات که در بریتانیا وجود دارن؟ عوامل خود دی مختلف دی. مثلا پا افغانستان که نامنی دا، فقر دی، غربت دی، بیروزگاری دا، بیکاری دا او د معتادین و ازدیاد. خب شاید کشورهای دیگه هم مانند افغانستان از فقر و این مسائل رنج ببرن، اما آمار مواد مخدر اینچونین نیست. دلتا عوامل زیاد دی. این قانون حاکم نده په صحیح معنی ناامنی شته، بېروزګاري شته، فقر شته، غربت شته، معتادین وخت په وخت زیاتېږي. ګوره که تاسو وګورئ د یو سروې مطابق یک سوالی که مطرح میشه جناب مولای صاحب این است که پس از آمدن
کشیده شدن پای جامعه جهانی به افغانستان است که این آمار سرسام‌آور و شرم‌آور در افغانستان افزایش یافته. پیش از این حتی در دوران حاکمیت طالبان ما چنین آماری را نداشتیم که امروز داریم. پاسخ این مقامات بریتانیایی به شما چی بود؟ چرا؟ علت در کجاست؟ زبده هم عرض کنم چه ده یو حقیقت ده چه طالبان وقت که پیو حکم بنده دا ممنوع ګرځول شي وو، مګر زمونږ حکومت یا جامعه جهانی دغسې زش او اجباری بر خود لا تر اوسه نه دی کړی. دی خو غواړي چې په تدریج باندې، یعنی میگن خود عامل این پدیده هستن افزایش؟ نه، زم دان رویم چې دی عامل دی. دی غواړي چې په تدریج باندې د دې مخه ونیول شي، یعنی داسې مونه شي چې یو دم په خلقو باندې بمبار وشي، خلق ټول زندانونو ته واچول شي، د خلقو کش ټول تباه کړی شي، د خلقو تجارت او کار را که تو هنوز نکردن، این کشت ها همچنان هست، مخنیوی کوي. ګوره دی داسې کوي چې کوشش کوي چې جلوگیری هست که 74% را در سال 2010 افغانستان تولید کرده مواد مخدر جهان را و همچنان در سطر لیست قرار دارد. ما خو یو عرض دامو که چې د بین المللی مافیا وجود نامنی دلته، عدم حاکمیت د قانون په صحیح شکل، بیروزګاري، فقر، غربت، د معتادینو کثرت، که ته وګورې د یو ارقامو مطابق چې ما لاسته راوړي، نو موږ په افغانستان کې د 1 میلیون نه زیات معتادین لرو، په سیمه کې د 10 میلیونو نه زیات معتادین لرو په دې منطقه کې. یعنی دا په خپله یو تقاضا ده د دې چې د دې دپاره مخدرات پیدا شي. بر اینها علت نیستن، اینا معلول این پدیده هستند که در افغانستان روز بر روز افزایش می‌یابه. خانم دانش، شما هم که جز این آیتی بودین که به بریتانیا رفته بودین، بیشترین آمارهای مواد مخدر از ولایت الهمند است، جایی که سربازان بریتانیایی در اینجا مستقر هستند. آیا شما پرسیدین که چه ربطی میان حضور بریتانیایی ها و این آمار سرسام‌آور مواد مخدر در این ولایت وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده های عزیز. تشکر از شما. ما پیش از اینکه به موضوع شما اشاره بکنم، اجازه باشه یک چند بفرم. در قسمت انجینیر سیب از هر اینا اشاره کردن که امسال اینی هنوز آمار دقیق وجود نداره، در حالی که در کمیسیونی ما اعضایی هستن از همکارای عزیز ما از هلمند هستن که اینا گفتن که از سال گذشته نسبت به سال گذشته امسال کشت کوکنار زیاد شده و در حقیقت رایج یافتم. این حیث یک این آمارها را اون همکاران از کجا دریافت کردن؟ اینا وکیلای پارلمان هستن، از نماینده های ولایتشان هستن. اینا وقتی که میان زمین بدون شک منطقه شان میفهمن که چقدر هست و چقدر درصد، و اونا ادعا هم به این دارن که بیشترین اینا کسایی هستن که اشخاص و افراد زیسلا در قیمت خودشان کشت میشوه. متاسفانه یک موضوع دیگه در قسمت جادره که صحبت شوه، در کشورهای منطقه‌ای که در اطراف اکناف افغانستان هستند، اطراف افغانستان که خصوصا کشور منطقه‌ای، هنوز 10 میلیون معتاد وجود دارد و بدون شک در اگر دست مافیا بنین ولی نباشه، چگونه میتوان 10 پاسخ به این تا زمانی که عرضه زیاد تقاضا زیاد نباشه عرضه نمیشوه. و بدون شک 10 میلیون که در کشورهای منطقه‌ای معتاد وجود دارد، بدون شک یک مافیا بنین ملی است که انتقال میده و این بیشترین انتقال یزی از طریق روس صورت میگیره. متاسفانه تمام کشورهای همسایه صورت میگیره و از طریق روس بیشتر صورت میگیره. موضوع شما را اشاره کردین در رابطه به موضوع هلمند که اونا حضور نیروهای بریتانیایی در منطقه هست و در حال است که در اونجا افزایش یافته. اینجا بدون شک تروریسم و مواد مخدر دو پدیده است که با هم دیگر ارتباط دارند. من سوال را کردم که شما یا پرسیدین از اون مقامات که چه ربطی میان حضور نیروهایشان و این افزایش مواد مخدر در این ولایت هست؟ ما در پرتای موضوعی که شما اشاره کردین ما خیلی سوالای داشتیم کنا، در البته مستقیم در این قسمت اشاره نکردیم، مستقیم سوال نکردیم، اما اونا صحبتاشون به این مبنی به این بود که چون در منطقه هلمند اونا خیلی ادعا نداشتن که در این قسمت هلمند زیادتر وجود داره، اونا مدعی به این هستن که در دیگه نقطه دیگه افغانستان و خصوصا برگشت کشت کوکنار در امسال زیاد اشاره میکردن که البته عوامل مختلفی که در کشورهای در ولایات مختلف ما خصوصا در شمال افغانستان کشت کوکنار صفر شده بود، مگر متاسفانه امروز اعتیاد به مواد مخدر خصوصا زنها بیشتر شده و اونا مدعی به این نبودن. ما در پرتوی در اطرافی سوال شما ما چندین بار سوال کردیم، اونا ادعا به این داشتن که در هلمند چیزی که شما ادعا میکنین چنین چیزی بیشتر وجود نداره مثل سایر مناطق افغانستان. آقای اظهر بپرسیم، آیا هلمند جایی است که آمار درجه یک را
در افغانستان داره برای تولید مواد مخدر؟ بالکل. ما پیشتر هم گفتم. ولی چه رابطی میان حضور این نیروهای خارجی در این ولایت و افزایش مواد مخدر هست؟ چرا این نیروها سبب نشدند که این آمارها پایین بیاید و جلوگیری بکنند از کشت و تولید مواد مخدر؟ ببینید، ولایت هلمند یک ولایت بسیار وسیع و بسیار بزرگ است و در گذشته هم کندوی افغانستان بود. امروز اگر ولایت هلمند یک ولایتی که به نام ولایتی که کوکنار عمدتاً در اونجا کشت میشه، در گذشته کندوی افغانستان بود، نباتات مشروع و قانونی در اونجا کشت میشد. این زمین هلمند زمین بسیار مساعد و بسیار مناسب از نقطه نظر قوی بودن خود زمین، از اون نقطه نظر از اینکه آب بسیار کافی داره و هوای بسیار مناسب به خاطر این افزایش به این خاطر است که زمین مناسب هست و یا اینکه اجازه داده میشه که کشت شود. این فرق داره آقای اصغر، فرق میکنه. من برتون میگم اگر مقایسه کنیم با هلمند با اروزگان، اروزگان هم یک ولایت ناامن است. اگر با زابل مقایسه کنیم هم یک ولایت ناامن است، مگر اون شرایطی که امروز در ولایت هلمند برای کشت کوکنار مساعد در ولایت زابل نیست یا در ولایت اروزگان نیست. به او خاطر به شک نیست که در اونجا نیروهای خارجی حضور داشتن، وجود داشتن. اما این مشکل ببینین امروز تنها از ابعاد داخلی ازی شما مطالعه نکنین. امروز دو نظر وجود داره. مثلا ما میگیم که تا زمانی که تقاضا نباشه اصلا عرضه وجود نداره، اما امروز دنیا و کشورهای منطقه به این فکر هستن که نه، عرضه وجود داره که تقاضا را به وجود آورده. حالا کدام یک درست ما هست؟ چی میگیم؟ ما میگیم که ببینین امروز اگر هم تقاضا و هم عرضه از خارج سر ما تحمیل میشه، از کدام کشور؟ به این مفهوم از کدام کشور آقای هست؟ مختلف، کشورهای مختلف. ولی این خیلی فرافگنی است. اگر بگیم که کل دنیا اینجا دست داره، ببینید خبرتون میگم شما آمار داشته باشین که فلان کشور در کشور این کار روسیه، روسیه فدراتیو سالانه 85 متریک تن مواد مخدر رو مصرف دارن که وارد از هیروین باشه، اما سالانه درجه مرگ و میر تنها از مسئله اعتیاد تقریبا بین 30 الی 40 هزار انسان شناسایی شده و این را اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد هم تایید کرده. و ادعایی که مثلا روس‌ها در زمانی که افغانستان اشغال کرده بودند در جریان 10 سالی که اینجا حضور داشتند صرف 15 هزار نفر تلفات دادند، اما امروز از تریاک افغانستان یا از کوکنار افغانستان وقتی که کشورهای منطقه و کشورهای همسایه فرضاً اثرات بسیار منفی می‌برند، این چندین چند بلند است. بر صورتش امروز راپور اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر جرایم ملل متحد اعلام شد. آسیب میزنه به کشورهای همسایش از جمله روسیه. بالکل. من بر شما چی میگم؟ راپور اخیری که اعلام شده در او آمده که از 14 الی 22 میلیون انسان در روی کره زمین معتاد به مواد مخدر است. هرگاه این تقاضا وجود نداشته باشه که اونا این نخواهند و در کشورهای خود کار پروسی مبارزه با مواد مخدر یک مسئله مشترک است. دیگه شک نیست که در افغانستان کشت میشه، اما امروز تقریبا بین 14 الی 22 میلیون انسان تنویر تریاک استفاده نمیکنن، کل از هیروئین استفاده میکنن. حالا مصرف کننده هر کس و هر کجایی که باشه، این زمین و میدان افغانستان است که اینجا کشت میشه و مسئولیت این به دولت افغانستان و وزارت شما هست. حالا چه پاسخ دارین؟ چرا هر روز این آمارها کشت پذیرفتیم که در افغانستان صورت میگیره؟ چرا؟ هرگاه تقاضا در بیرون وجود نداشته باشه، خب هرگاه تقاضا ممکن برای هر چیزی وجود داشته باشه، اما کشورهای دیگه عرضه. این کارو نمیکنن که مثلا خود پریکرسر هاست که مواد کیمیایی او تقریبا در حدود 1300 الی 1400 متریک تن سالانه ضرورت داره که در افغانستان به و تریاک افغانستان به هیروئین تبدیل کنه. ببینید افغانستان به حساب کشور فقیر در حالت جنگ، فعلا در حالت جنگ است، ما هنوز از جنگ رها نیافتیم. سرحداتی که باید کنترل شود تقریبا در حدود 5600 کیلومتر ما سرحدات باز داریم. این برای ما بسیار مشکل خود بود که ما حداقل اگر پریکرسر هم کنترل کنیم دیگه در افغانستان کس تریاک کش نمیکنه، به خاطر اینکه مارکت وجود داره، به خاطر اینکه تقاضا وجود داره. اگر امی پریکرسر در افغانستان نبیایه، بگذارین که دهقانای افغانستان تریاک کش کنه، کوکنار کش کنه و دیگه بازار وجود نداشته باشه. اما عاملی که عامل اساسی فقط موجودیت پریکرسر در افغانستان است که کوکنار به تریاک به هیروئین تبدیل میشه و بالاخره رای خود میافه. ببین یک چیز دیگه رو فراموش نکنین، راپور اخیر یوندیسی یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نشان داد که
از مفو از ارزش تریاک افغانستان سالانه 68 میلیارد 61 میلیارد دلار آمریکایی است که 3% صرف به مردم افغانستان میرسه. برای مردم متمرکز به کجا میره؟ میره به مافیای جهانی است استفاده میکنه. کدام مافیای جهانی در کجا مافیا هست؟ مافیا که در پشت سرحدات افغانستان قرار داره، مافیا که در حالا اینجا تمام جهان حضور داره، بیش از 40 کشور دنیا اینجا مبارزه با تروریسم میکنن. گاهی این وزارت شما سوال کرده از این نیروها که خب چرا شما از این پدیده جلوگیری نمی‌کنید که 61 میلیارد دلار منهای 3 میلیارد دلارش به جیب اون تروریستان بین‌المللی میره؟ بله، در این شک نیست. امروز ببینید اگر نیروهای خارجی به مو ابعادی که شما فکر میکنین و میفهمین که در افغانستان حضور داره، این سوال باید میکردین که چرا در افغانستان آرامش نیست، چرا حاکمیت سرتاسری در افغانستان حضور نداره. ببینید در جایی که در بخش دولت در جایی مواد مخدر که دولت است، ما قبلا در قبل از سال 2006 در 34 ولایت افغانستان کشت کوکنار صورت میگیره. حال ما از مناطق شرقی، از مناطق غربی و مراکز افغانستان، سمت شمال افغانستان به 2% و 3% رسیده. ولی هنوز وجود خود داره. خود ازی ببینید وقتی که آمارهای شما هم تا هنوز نهایی نیست. ما برسن چه میگم؟ در این بدخشان وجود داره. بدخشان فرضاً 4 سال قبل 13000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار بود، اما سال گذشته تقریبا در حدود 1100 هکتار. یعنی این خودت یک پیشرفت است، خودت یک دستاورد است. اما او ساعاتی که شاید هم در جریان باشین که ما برای پروسه محو اراضی کوکنار در بدخشان نیروها را روان کردیم، منگذاری شد، جنگ در گرفت، مخالفت ها ایجاد شد، طالبا در اونجا حضور خود در قسمت های درائم درائم بالا پیدا کردن. این جایی که کوکنار است، در جایی که تریاک است، در اونجا مخالفین به هر شکلی که باشه خود میرسانند. ولی جایی که مخالفین نیست هم کشت میشه در ولایت های شمالی، بدخشان. بدخشان برای شما گفتم که اونجا حضور داره، طالبا خود رساندن و نظام دفاع میکنه. خیلی ولایت های شمالی هست که اونجا مثلا در بغلان بسیار کشت کم شده بود، تقریبا 2 سال میشه که بغلان صفر شده بود. بسیار کشت ناشی صورت گرفته که بالاتر از 200-250 هکتار بود. حالا راه حل وزارت شما چی است؟ در این مناطق چه کاری خواهید کرد؟ ما در طرح و پالیسی های بسیار عالی را زیر دست داریم. چی است اون طرح عالیه که شما مثلا در قسمت کاهش چشمگیر در قسمت کشت کوکنار؟ اما این بستگی به شرایط داره. ببینین در جایی که ما بتانیم پروژه انکشافی را تطبیق کنیم، او شرایط میخواهد. مثلا در ولایت هلمند، ولایت روزگان، ولایت نیمروز، ولایت زابل، او شرایطی که برای تطبیق برنامه ها وجود داشته باشه هنوز تا هنوز چی نیست. اما ما کار خود تا فیصدی که برای ما اجازه میده شرایط ما برای اونجا تطبیق میکنیم. مثلا فعلا شرایط خود پالیسی در طرح پالیسی مشیت بدیل با همکاری جامعه جهانی، ما میفهمیم در غیر از اینکه دهقان اقتصادش که امروز گره خورده با تقریبا 30 سال است که با تریاک گره خورده، این ساده نیست که در یک سال یا دو سال آدم میره بتونه جدا کنه. چرا شما توجیه میکنید آقای اصغر؟ مبارزه آیا در قانون افغانستان من شدم کشت مواد مخدر؟ بالکل ماده است. شما چرا توجیه میکنید که اینها زندگیشان با این ربطی داره؟ این در شرایطی بوده که جنگ تقریبا جنگ 30 سال قبل 3 دهه اینجا جنگ بوده. این دلیل شده نمیدونه که حالا جنگ بوده یک فرد بیا دزدی بکنه، جنگ بوده حضور داره فرد بیا یک انوزان مخالفین حضور داره و حضور مخالفین منکرش هیچ کس شده نمیتونه. فعلا ساعت بسیار زیاد تحت کنترل از اوناست. او دو ساعت برخورد جدی شما چی هست برای محو این پدیده؟ آقای اثر اگر برخورد جدید ما پالیسی های بسیار واضح، پالیسی های بسیار جامع در مسائل ببینید در مطابقت با استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر ما کارهایی را انجام دادیم و انجام میتیم و سرشکار میکنیم. مثلا در قسمت تجدید خود مبارزه استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر که 5 سال از پوره شد در سال 2010 داخلش و ما در سال 2011 شامل شدیم، کارهای ابتدایی شروع شده، با وزارت ها را کارهای خود آغاز کردیم. نظر با اون استراتژی گفته شده بود در 2013 باید این پدیده محو شود. ببینید هنوز 2013 ما فاصله داریم تا 2013 2 سال دیگه هنوز باقی مانده. در این چند سال که آمارها همچنان نه نشده. ببینید در سال 2008 مثلا در 2007 1,93,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار بود، ما این پایین آمد به 1,23,000 هکتار. این کار نتایج سپاسگزار آقای اصغر کار ما بود. جناب مولوی صاحب، چرا دولت ناتوان بوده در امر محو کشت کوکنار؟ په دې کې شک نشته چې زمونږ دولت افغانستان په ټولو ولایتو باندې ولسوالیو باندې په کلو باندې او په بانډو باندې حاکمیت نه لري، او وجه دا ده چې هلته څرنګه چې هلته قانون حاکم نه دی. وضعیت خوب هم بود، دولت نتونست کاری بکنه در پس از سال 2001 افزایش یافته. په ابتدا کې شاید دولت دې پدیدې ته دومره متوجه نه و لکه خپلو نورو کارونو باندې چې مصروف و.
او اوس چې امنیت په دغه اطرافو کې خراب شوی او دی د مخدراتو یو سیاسي بڼه هم اختیار کړی ده، لکه چې دا خبره کیږي چې د دې فواید یا د دې ګټه جهانیانو ته یا بین المللي مافیا ته رسیږي یا جنګي قوتونو ته رسیږي، شاید هغې دې ته نور هم رشد ورکړي. یو دا دلیل کیدای شي. یو بله خبره دا ده چې زما په نظر باندې څنګه چې افغانستان یو اسلامي ملک دی، دلته د علما کرامو نه هغسې کار نه دی اخیست شوی څنګه چې د دې پدیدې په محوه کولو کې هغې رول لري. ځوانان برای راست ازرارو ته خو متوجه شوي دي، مګر مبارزه کې دی شریک شوي نه دي. قانون په دې سلسله کې که څه هم قانون تصویب شوی دی، مثلا قانون اساسي خو د کلیاتو په شکل باندې دا مخدرات بند کړي دي، خو تیره دوره کې ولسي جرګې د دې دپاره قانون تصویب کړی دی. په 15 فصلونو او 18 مادو کې موږ قانون لرو. زه په دې سلسله کې چې کومه کمزوري وینم، یو دا چې کومکونه یقینا شوي دي او ډیر کارونه د افغانستان د انکشاف او د رشد او ترقۍ دپاره هم د دې لارې نه شوي دي. یعنې هغه کومکونه چې د مخدراتو په عنوان باندې راځي افغانستان کې، په هغې کې مکاتب او چېرته وړې پروژې او سرکونه او معیشتي بدیل او په دې باندې یقینا کار شوی دی، مګر په زیربنایي پروژو باندې زما په نظر کار نه دی. ګوره، زیربنایي پروژې په دې معنا چې افغانستان در سایر ولایات کار نشده برای پروژه های زیربنایی، ولی در اکثر موارد ولایت هایی است که کش نمی کنند. این چه ربطی با پروژه های زیربنایی داره؟ این یک توفکر نمی کنین جناب مولوی صاحب توجیه کردن مسئله باشه؟ زنه خب دست مردم اول خو ندارن میان اول خو زه دا تقصیر دا کوتاهی دا ضعف د خپل علما د خپل حکومت خپل نظام خپل اداره د خپل مبارزه او په دې کې چې څوک دخیل دي د دې ټولو ضعف او تقصیر زمانم. خو د دې سره سره کوم ولایتونو کې چې ته پخوانه دا بد عادت را روانو، یعنی دا طالبان حکومت هم نه و، دا د اوسنی حکومت هم نه و چې لس کاله کې، د دې نه مخکې په بعضې ولایتونو کې د کوکنارو کش زیات مروج او عادت ګرځېدلی و. په بعضې ولایتونو کې هغومره دا عادت نه و. مثلا زه به ووایم چې د کونړ په ولایت کې مخکې د دې نه چې طالبان ریشي، مخکې د دې نه چې دغه نظام ریشي او بین المللي مبارزه دلته شروع شي، د کونړ په ولایت کې کوکنار د علماو په فتوا باندې هلته تعلیم و تربیه د لارې، هلته د دې دغه دینی ازرار، سیاسي ازرار، اقتصادي ازرار، صحي ازرار، یعنی اوس هم هلته کوکنار په دغه نشته. په چیرته داسې ساحو کې په درجاتو کې یا په کلو کې ډیر محدود چې هغه په هیڅ کې راځي، یعنی هغه نه حسابې کوي نشته. خو دا چې په کومو ولایاتو کې کوکنار د مخکې نه دا یو بد عادت موجود و، او دغه زمینداران او تجاران د دې سره عادت و او د دې نه یو څه استفاده کوله، هلته اوس هم دا مرض زیات دی، لا باید ځایونو کې رشد کړی دی. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم، همچنان با ما باشید. باز هم خوش آمدید. خانم دانش، ضعف واقعا در کجاست که اینچنین افغانستان از این پدیده بدنام هست و هر روز سر و صداهای بلند هست؟ با سلام مجدد، پیش از اینکه به سوال شما بیم، یک موضوع خدمتتان میخوام اشاره بکنم که 8% انگلستان تقریبا 60 میلیون نفوس دارن، 8 میلیونش معتاد هست و 360,000 نفرش تنها با مواد مخدر معتاد هستند. در یک کشوری که از لحاظ اقتصادی به افغانستان مقایسه نمیشه، در اونجا 360,000 نفوس، 360,000 نفر اونجا معتاد هستند. بدون شک افغانستان که کشورهای منطقوی من حیث گرگای وحشی افغانستان در حالت رو به بلعیدن هستند و کوشش دارن. طبعا افغانستان دچار چنین موضوعات میشه با توجه به ضعف مدیریتی که در افغانستان وجود داره. موضوعی که شما اشاره کردین، گفتین که چیز زمینه ای شده که تا در افغانستان در یک قسمت پیشرفت نکرده، همچه یک موضوع شما اشاره کردین. ولی ضعف در کجا بوده که اینچنین آمارها بلند هست و بدون شک مقام اول را داره در تولید مواد؟ اگر شما مگر ما و شما متوجه موضوع شده باشیم، وزیر داخلی وقت که جلالی صاحب بوتونا گفتن که ما یک اصل موضوعات میخوایم اشاره کردیم که متاسفانه نگفتن.
و ایجاب میکرد میگفتند من حیث وزیر داخلی افغانستان که یک تعداد کسایی بودند که در رأس قرار داشتند زی صلاح بودند و اونها خودشان دست به کار میزدند و اقدام یعنی دی خودشان در ترافیک مواد مخدر در کش در قاچاقش اینا خودشان اگر دست نمی داشتند وزیر داخلی وقت چرا استعفا کرد و بدون شک قمندان های امنیه وقتی که در ترافیک مواد مخدر اونها مستقیم دست دارن اشخاص و افراد زی صلاح زمانی که همکارای ما در لندن رفتیم در اونجا یک تن از وکلای ما یک موضوع اشاره کرد که یکی از والدهای ما را گفتن که خودشان یک رقم مساحت مشخص و مربوط و تعیین شده در کشت مواد مخدر و کوکنار یعنی کشت کوکنار خودشان تعیین کردن زمانی که خود شخص والی در این سهم داشته باشه قماندان های امنیت هم داشته باشه و پولای اپراتیفی را که اونجا میبرن به خاطر از اینکه در مبارزه با مواد مخدر اونا باید کار بکنن اونا اون پولا را خودشان صرف جیبای شخصی میکنن نظارت جدی وجود نداره هرگاه اگر دولت یا حکومت در قسمت کمترین اقدامی بکنه اونا برمیگردن به موضوعات قومی و برمیگردن به موضوعاتی که مثلا یک سلا زیانبار هست و برمیگردن به یکی طالب نزدیک شوند در کدام رده های حکومت شما فکر میکنین کسانی هست که دست داره در قاچاق و تولید مواد مخدر حالا مجلس نمایندگان واقعا شناسایی کرده شما در کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرایم در مجلس نمایندگان عضویت دارین خانم دانشور در این قسمت شما قسمی که در جریان هستین ما خو از زمانی که پارلمان افتتاح شد تا الان ما خب در مجلس بیشتر هم که شما در مجلس بیشتر ما عضویت روابط کمیسیون روابط بین المللی را داشتم که ارتباط بگیرم با کمیسیون موضوعی و کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و امنیت داخلی که باید این قسمت به خرج میدادن یعنی کوشش به خرج میدادن که قسمی که نزد وکلا موجود هست اسناد موجود هست اشخاص و افراد دهی دخیل هستند زی دخل هستند اشخاص افراد زی صلاح هستند در ارتباط وزیر داخلی وقت گفتن اتانه و یک وقت و شما اشتکاک های متداومی که بین دو قوا به وجود آمد در نتیجه خیلی مجلس بیشتر هم خاموش ماند در این مورد قسمی که بدون شک نتوانست اگر میتوانست باید اشاگری ها باید صورت میگرفت نظارت جدی باید صورت میگرفت تشبسی کارها فی ما بین دو قوه به وجود آمد این تشبس ها زمین سازی شد که استکاک ها به میان میه و متاسفانه شورا آنگونه که کار باید میکرد متاسفانه نتوانست نسبت این تداوم استکاک ها و دلیلش هم می بود که متاسفانه در افغانستان نه تنها در افغانستان بلکه در مشرق زمین اصلا یک نوع در حقیقت یک نوع فرهنگ شده نظارت و جدیت بخشیدن در امور نظارت قوای مقننه بالای قوای اجرایی یک نوع رقابت پنداشته می شود این نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای مشرق زمین وجود دارد آقای اظهر محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته که اگر عوامل در درون نهاد دولتی با قاچاقچیان همکاری نکنند امکان انتقال مواد مخدر به پیمانه بزرگ وجود ندارد کدام مقام ها در درون نهاد دولت با قاچاقچیان همکاری دارند ببینید در این مورد در گذشته مثلا از سال 2006 وقتی که استراتژی میلی مبارزه علیه مواد مخدر بر مبنای داخلی بر ابعاد داخلی و خارجی از این آماده از این شد که در افغانستان تطبیق شود متاسفانه در قسمت ستون تنفیذ قانون یا در قسمت تعقیب و گرفتاری قاچاقچیان مواد مخدر به او پیمانه کار نشده بود که ما تازه این مسئله را شروع کردیم پلیسی از چه زمانی آغاز کردیم تقریبا دو ماه میشه که ما این مسئله را آغاز کردیم شما تازه از دو ماه پیش متوجه شدیم که چنین مسئله وجود دارن ما شما شنیدین صحبت های خانم دانش را که آقای جلالی به دلیل لیستی که در دست داشت از سمتش مستعفی شد و گفت که دستش نمیرسه به گریبان احتمالاً که آقای جلالی خودش لیست پیش بوده باشه افراد اشخاص در بین از اون لیست بوده باشه ای که اون نتونست در وقت زمان عرضه کنه یا او را به اصطلاح به دست نشر بسپاره او کار خود از اوست اما شما ببینین در افغانستان در این شک نیست که حدس و گمانا در قسمت سر مسائل صحبت میشه حالا حدس و گمان نیست معاون دوم رئیس جمهوری به صراحت گفتن که امکان انتقال مواد مخدر به پیمانه بزرگ وجود ندارد مگر اینکه افرادی در نهاد دولتی دست داشته باشند در این کار این دیگه صراحت تمام هست در این موضوع شک وجود نداره وقتی که قوات های سرحدی به سطح جنرال هم در این مسئله مظنون بود و بالاخره سرش ثبوت شد و گرفتار شد این مسئله
یک عسکر عادی هم این کار کرده میتونه. اینطور شما مسئله سر یک جنرال و یا سرباز نیست. فکر اینجا مسئله شاید بیشتر از یک جنرال و یک فکر سرباز کنین باشه. که هر کسی به پیشتر بر شما گفتم سرحدات افغانستان در اون وضعیت نیست که دروازه داشته باشه و اونجا کسای دیگه غیر از دولتی حضور نداشته باشه و این کار کرده نتونه. ببینید امروز خب شما میپذیرین این حرف معاون دوم رئیس جمهور ولی به شک نیست که مشکلات نزد وزارت شما وجود داره که افراد دست داشته باشند. من براتون عرض کردم که در سال 2010 استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر دوره 5 سالش تکمیل شد. ما در قسمت تجدید نظر بالایزو میکنیم و ما تازه گفتم پلیسی در اون استراتژی چی در مورد قاچاقچیان در قاچاقچیان مواد مخدر. ببینید در گذشته خود دولت افغانستان مالکیت ارقام و معلومات به اصطلاح نداشت. این موسسات خارجی بود، علل خصوص اداره مبارزه با مواد مخدر در بعضی مسائل ریسرچ میکرد، تحقیق میکرد و پیش از اونها بود. آقای اثر، ما به این سوال پاسخ ندادید که آیا لیستی از افراد بلندپایه دولتی نزد شما هست که دست داشته باشند در این قاچاق؟ ببینید لیست به این نمیشه که یک نفر سرش یک سوی زن کنین و لیست نامش نوشته کنین. لیست تحقیق کار داره؟ آیا شما دارین چنین لیست در وزارت هست؟ ما تازه شروع کردیم که این مسئله را انجام بدیم. پیش از این خبر نداشتین از این موضوع؟ مشکل است. مثلا هر کس میگه اطلاعاتی وجود نداره. هر کس میگه که لیست پیش ما است، اما لیست فرزند تعقیب یک کس است، تحقیق است یک چیز بررسی است، پرسان کردن است، سوال کردن است. خب شناسایی در قسمت شناسایی که بکنیم این وزارت چند سال است که کار میکنه؟ متاسفانه در او بخش او قدر کار گفتم نشده بود که تازه شما چند سال است در این وزارت تشریف دارین؟ ما 7 سال است که موجود 7 سال بله. تازه 2 ماه است که در این مورد شروع کردیم کار را. این چی را میرسه؟ سوال شما میم مثلا ما در قسمت گرفتاری قاچاقچیان کوچک او دسترسی را یا او پلیسی را تطبیق کردیم. حال ما تازه آغاز کردیم. شما دستتان به قاچاقچیان کوچک میرسه. مال درایوران و اون کسانی که انتقال میتمام. حال ما کوشش میکنیم. ببینید یک چیز دیگه است که اگر شما فکر کنید که قاچاقچیان بزرگ او در موتر لنکروزر میشنه و رهبری میکنه تو نیست. قاچاقچیان بزرگ کلش خارج از مرز افغانستان حضور داره. ساتلایت است. ساتلایت در کشورهای مختلف. ایران شما پاکستان است. ببینید. در ایران است. پاکستان است. در کشور ببینید شناسایی یزی که ما ردیابی کنیم یا کدام کوردینیت داشته باشین که توسط جی پی اس رو نویگیشن کنیم و جایزی رو پیدا کنیم برای ما مشکل است. این زمان برای ما میسر میشه. درون نهاد دولت وجود داره قاچاقچیان. اگر قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر درون نهاد دولت وجود داره، شما چرا از این افراد خبر نیستید؟ ما قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر اصلا خارج از مرزهای افغانستان وجود داره. ولی این سخنان معاون رئیس جمهور چه معنا میده؟ سخنان معاون رئیس جمهور به خودش ارتباط داره اگر دلایل معجب معاون رئیس جمهور افغانستان هست. دلایل ببینید سیاست رسمی کشور را بیان کرده. رئیس معاون رئیس جمهور میگه درست است. مثلا ببینید خب در کجا هست این افراد؟ محموله شما لیستی دارین؟ محموله‌ای که روزانه 1000 کیلوگرم هیروین از افغانستان خارج میشه حتما افراد اشخاص در پشت از این. خب این شما باید داشته باشین شناسایی بکنین. ما در شناسایی کار ساده نیست که فرضاً با مافیای جهانی اینطور یک مبارزه بسیار ساده یعنی این کار را کرده نمیتونیم. ما میکنیم. ما در شروع کردیم. ما میال فعلا پلیسی خود قاچاق و قاچاقبران و کسایی که در پشت قضیه قرار دارن شروع کردیم. شما آقای وزارت شما از آقای جلالی درخواست کرد که اون لیست را بسپاره بر شما؟ اصلا آقای جلالی فکر میکنم خودش یک وزارت مستقل بود. معاونیت مبارزه با مواد مخدر که مسئولیتشون رو در قسمت تنفیذ قانون دارن، او صلاحیت خود داشت، او خودش باید از در به میدان. اما هنگی وجود نداشت میان شما؟ ما ماهنگی داشتیم، اما این صلاحیت اجرایی پیش کرد وزارت پیشه. شما بله. که این اطلاعات را در بله. اختیار ما قرار بدید. بله آقای جلالی قادری زمانی که وزیر مبارزه با مواد مخدر بود این مسئله را چندین بار از آقای جلالی پرسان کرد، اما این آقای جلالی بود که از طریق ما لیست به دست نآورده بود. خود از مستقل خود از این مستقل از طریق ارگان‌های کشفی خب شما و استخباراتی خود ببینید ندادن برای ما او رو برای ما جلالی رد کرد. ابتکار خود او ابتکار خود از بود. بله او از ابتکار خود شما شما درخواست کرده بودین برات بله شده در اون دو زمان ما سپاسگزار آقای اثر. جناب مولوی بارها از موجودیت لیست ها و فهرست های افراد دخیل در قاچاق مواد مخدر در بدنه دولت سخن رفته و گفته شده نشریات خارجی چون این مسائل را پخش کرده. چرا این کار انجام نشده؟ هیچ کسی قادر نشد که این لیست و نام این افراد را فاش بکنه؟ حال تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر را شنیدین 2 ماه است که متوجه این مسئله شدن. اول خود تا صبحم را سر دقیقت اومانه چه اولسی جرگه یا مقننه قوه ده و کمیسون ام تقنینی مسئولیت لري او د نظارت په برخه کې چې څه کولیش
آیا باید خپل موکلین او کو غواړي میتونستین صدایتون را بلند کړئ اجرائیه قوا اجرائیه طبعا دا کار د اجرائیه قوا دی او په اجرائیه قوا کې خاص کر او استخباراتي کار دی چې ولسی جرګه برای راست دې ته رسیدګی نه لري اون سوال را میگذاریم برای سوال میایم که برای خاطر افشای این سند ولسی جرګه چی کار کرد زه په دې عقیده ما چې د مخدرات او قاچاقچیان اغه په داخل د افغانستان کې مشته په نظام کې به موجود لري او په سیمه کې هم لري خو په نشته شته مګر دا چې ولسی جرګه د قاچاقبران یا قاچاقچیان یا د مخدراتو انتقالون کې دا د افشا کې او د لیست پیدا کې ما په خیال دا د ولسی جرګه مسولیت نه دی یعنی مخنیوي قانوني ورته جوړ کړی دی که قاچاقبر دی که زراعت که تولیدونکی دی که کیش کوونکی دی که قاچاق کوونکی دی که استعمال کوونکی باید د دې قانون مطابق محاکمه شي. سوال اینجا بود آقای شاهد که چرا کسی قادر نشده در درون دولت افغانستان همه مثل شما میگن که در بدنی دولت وجود داره قاچاقچیان مواد مخدر یک کسی پیدا نشد که این لیست و فهرست را برای مردم افغانستان بگه که این قاچاقچیان اسمشان این است و در این جای دولت قرار دارند دا خو ما ارزو که چی پا اجرایه قوه پوره خب سوال ما میگه است که در اجرایه قوه یعنی دست ام نده چی پا افغانستان که گوره پا امنیتی زواکونو که خلق نیول شوی دی پا سیاسی خلقو که بخلق نیول شوی تجارانو که نیول شوی آیا شما از محکمی کدام فرد بلندپایی دولت ادعاتی دارین؟ ز دست مشخص خو د چا نوم را ته معلوم نه دی مګر کله چې د ارقام امنیتی ځواکونه موږ ته پوس کوو او ارقام ورکوي نو هغې پکې مهم خلک او حتی امنیتی مسؤلین هم په دې کې نیولی دي او د قانون منګولو ته سپارلی دي خانم دانش چرا فردی نمیتواند این اسمای را که بارها همه میگن که کسانی وجود دارند در بدنی دولت با معاون دوم رئیس جمهور به صراحت گفته که ممکن نیست چنین امری بدون اینکه دخالتی در درون دولت وجود داشته باشه بر قاچاق مواد مخدر ما باورمند به ایستم که اگر فیاتان نگر باشه در سال 84 که تازه ما نه وارد پارلمان شده بودیم سال قطعی سال 84 ما در حقیقت تصویب میکردیم و از نظر پارلمان تیر میشد در او قطعی سال 84 که از او زمان تا الان هیچ قطعی در از وزارت مالیه که به افغانستان به پارلمان افغانستان آمد ما تا بالا تایید نکردیم قطعی سال 84 نظر به یکی پیش ما وضاحت نداشت مصرفش معجن بود و چون فرصت کم است اگر اجازه من باشه ما 5-6 نفر معرفی کردیم به لوی سرانوال هنوز موجود نیست که این لوی سرانوال آقای لوی سرانوال که آقای ثابت بود که خودش بسیار دم از قانون پذیری و قانونمندی دم میزد و او خاموش ماند ساکت ماند برمیگردیم به موضوع شما که چرا ببینید یک کشوری که پس از بحران است و از یک حالت به بحران به بحران دیگر و در یک در حالتی است که متاسفانه در این 30 سال جنگ مردم افغانستان برای دراز مدت در کشورهای همسایه بوده منفذهایی را میانی اقوام به وجود آورده این منفذها به سبب سازی شده که در افغانستان یک سلسله شگافهای بسیار کلانی به وجود بیه متاسفانه در یک کشوری که متاسفانه در یک کشوری که خوب در یک اداره که مصلحت ها را زیاد حاکمیت بخشیده شود او اداره و وزارت مبارزه مواد مخدر را شنیدین که دو ماه است کار میکنن که در او اداره ای که مصلحت در نظر گرفته شد فساد بار میه متاسفانه عدم تطبیق قانون در افغانستان به نسبت ازی که هرگاه هر کسی از کسایی که برداری بگویی که مثلا آقای وزیر تو اینی مصرفت موجه نبود تو اینی پول مصرف نکردی چی شد لوی سرانوال چی شد یک دنیای از مشکلات قومیت به وجود میه نظیر و همچنین مشکلی که من فکر میکنم رئیس جمهور اگر ایره مثلا اگر نتوانست افشاگری بکنه و دلیلشی بوده که متاسفانه افغانستان هنوز ملت نشده اگر قانون حاکمیت داشته باشه هرگاه هر کسی یگانه که از هر قوم ازبک هزاره تاجیک پشتون هر کدام یه مشکلی را بار بیارن در افغانستان اینا برمیگردن هر تخطی که بکنن برمیگردن به قوم و قوم صدا بزنن به یکی صداهای قومیت بالا بکنن تا اینکه پناهگاهی برای خود بسازن آقای اثر اخیرا گزارش های منتشر شده که مقام های ولایت اوروزگان در جنوب افغانستان تایید کردند که شماری از ماموران پلیس از کشاورزان باج میگیرن برای کشت تریاک این گونه موارد در ولایات دیگر هم وجود داره؟ ببینید در این شکل نیست موجودیت مواد مخدر در یک جامعه خودش عامل فساد در کشور در جامعه می باشه
و زمانی که مثلا قوتهای تنفیذ قانون یا پلیس مبارزه با مواد مخدر بر تخریب اراضی کوکنار میرن، در این شکل نیست که این گپ ها از گذشته های دور وجود داشته که مثلا اینا تقاضا میکنن که ما زمین شما رو تخریب نمیکنیم اگر قدر پول برای ما بتین. اما این تا حدود چون مشترکن نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر، هیئت رهبری ولایت و تیمای از ما هم حضور داشته که خود وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در قسمت جلوگیری از همزمان به وقت زمانش برای مرکز راپور داده و ما تونستیم جلوگیری کنیم. در این مورد شما گزارش دارین در ولایت اروزگان که پلیس باچ میگیره؟ در اروزگان یک دو سه مورد در دو سه قریه شده بود، اما ما به وقت زمانش را بررسی کردیم، کنترل بسیار جدی شد. در ولایت دیگری هم نظیر چنین قضایای وجود داره؟ پلیس همکاری میکنه؟ ما کدام راپور نداشتیم به خاطر اینکه تیم مشترک مرکز با ولایتی را کار میکنن، یعنی یک تیم بسته به خود لوکل یا محلی نیست که فرضاً اونا بتونن یک سازش کنن. صرف در دو سه قریه چیز اروزگان این مسئله شده بود، اما در وقت زمانش این مسئله راپورت داده شده چون دیده نشده. یک مسئله شما گزارش شاید نداشته باشید؟ نه خیر، ما نماینده ما اونجا حضور داشته. ما امسال در تمام ولایتی که پروسی اردکیشن خب شما این گزارش را نشر نکردین؟ مطبوعات این را نشر کردن و شما تایید کردین؟ فقط شنیدن. مطبوعات کوشش میکنه خبرسازی بکنه مسائل منفی خلیفه سعادت یک ولسوال دهراوت این موضوع را گفته که برخی ماموران پلیس با وجود دستور مکرر او و دیگر مقامهای دولتی در مقابل اینکه از کشاورزان باج میگیرند با آنها اجازه میدن که خشخاش کشت کنند. اینجا ولسوال دهراوت گفته مسئول خشخاش یک مطلب است که نیروهای تنفیذ قانون برای چیز اونجا پیرداری نمیکنن که کسی اونجا کشت نکنه، اما اجازه میدن. نه اجازه، اجازه دادن این حرف نیست. ولسوال دهراوود از شما رد میکنه، غلط است. به خاطر از این پول گرفتن در وقتی میاثر میشه که فرضاً یک تیم برای تخریب مزارع خود شما رفتین به این ما نرفتیم سعی کنیم ما رفتیم در دهراوود، ما در دهراوود رفتیم، ما در دهراوود تخریب مزارع کوکنار صورت نگرفت که کسی اونجا پول نگرفت. در دیگر در خود اروزگان در ترینکوت در یک دو سه قریه شمی گپ شده بود، اما قطعا دکان‌های برای فروش تریاک وجود داره. تریاک هست، وجود داره، هیچ مرکزی کس شده نمیده وقتی که قدر تولید میشه. خب به عنوان پرسش آخر شما گفتین که وزارت مبارزه با مواد مخدر حتی این توانایی را ندارد که برای راه اندازی کمپانهای مبارزه با مواد مخدر به ولایت سفر کنه. با دلیل حال چگونه میشه از محو پدیده منظورم تریاک حرف زد؟ سکه آقای بکتاش یک مسئله را شما تکرارن گفتین که دو ماه میشه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. اینو خود شما ما در قسمت زی گفتیم. ببینید اینو شما ما 5 سال استراتژی داشتیم، اما دو ماه میشه که ما کار را شروع کردیم که حامیان قاچاقبران مواد مخدر ما شناسایی کنیم، ما اونا را پیدا کنیم که در گذشته مثلا کوچکای زی بود، مثلا امیال 1700 قضیه. ببینید شده کاری که شده، شما منکر از اون نشید. در ابعاد منفیش در ابعاد منفیش گپ میزنید، از مثبتش گپ نمیزنید. ابیال فعلا 1700 کیس، 1700 قضیه وجود داره که قاچاقبرای مواد مخدر گرفتار شده که تا 200 کیلو در چه سطح دولت مثلا مقامات در اینجا دست دارن؟ ببینید افراد مقامات دولتی در اونجا هم آیا در سطح وزیر کسی هست؟ ببینید در سطح جنرال هست، دگروال هست، دگرمن هست، مگر ما به سطح جنرال ما نداریم. نه در وقت قماندان های امنی اولسالی بوده، اما این مسئله که شما از دو ماه گم میزنید، ما فقط سر این مسئله کار میکنیم که اون حرف خود شما بود بشناسیم و پیدا کنیم. در غیر از با سپاس از حضور همه مهمانان ما در این بحث و از شما هم که این بحث را دنبال کردید. از جانب من یما سیاوش به اتفاق سایر همکاران شب خوش، خدا نگهدار.